دوستان و بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی AMG سلام و وقت بخیر. همونطور که قبلا خدمت شما قول داده بودیم، قرار بود که گزارش کاملی از جشنواره فیلم‌های کمدی فنیکس در تورنتو کانادا خدمت شما ارائه بکنیم. امروز 10 جون هست، روز دوم برگزاری جشنواره و ما در موزه آقاخان هستیم تا گزارش کاملی تهیه بکنیم از هنرمندان عزیز و دوست داشتنی شما که به خاطر این جشنواره در تورنتو حضور دارن. با ما همراه باشید. سلام سرکار خانم پاکروان، خیلی خوش آمدید مجددا به تورنتو و خسته هم نباشید. سلام، مرسی، شما هم خسته نباشید با برنامه های فستیوال. متشکرم. خب فیلم شما قرار هست که برای اولین بار در خارج از کشور در کانادا فکر میکنم اکران بشه، چه احساسی دارید؟ فیلم من قراره که برای اولین بار کلن اکران شه و خودم برای اولین بار رو پرده با مردم میبینم، یعنی خودم هم ندیدم و این خیلی اتفاق خوبیه. خوشحالم. در مورد فعالیتی که در سینما داشتید بفرمایید. شما هم مدیر تولید بودین، هم دستیار کارگردان بودین، هم تهیه کننده، هم بازیگر. کدومی که از این نقش‌ها، از این فعالیت‌ها رو بیشتر دوست دارین خودتون؟ من سینماگرم و همه کار در سینما رو دوست دارم، ولی کارگردانی خوندم و کارگردانی می‌کنم. تهیه کنندگی رو به صورت جدی و حرفه‌ای دنبال کردم. الان 5 تا فیلم سینمایی تهیه کردم و تقریباً 3 تا فیلم تلویزیونی. بازیگری هم در نقش‌های خاص واقعا چیزایی که در زندگی عادی تجربهشون ممکن نیست برام جذابه. کدوم سخت‌تره؟ همش سخته. سینما سخته ولی جذاب. آخرین کار شما وقتی که نیمه شب اتفاق افتاد، یک کار ملودرام بود، چطور شد که به سمت کمدی رو آوردید؟ اون چیزی که مردم دوست دارن ببینن شما رو سوق میده به سمت اون چیزی که میسازین و اون چیزی که در واقع نوشته به شما دیکته میکنه. قصه‌ای که به ذهن ما میاد، من معمولا چیزایی که فکر میکنم رو میسازم. ممکنه ملودرام باشه، فیلم کوتاه جنگی داشتم، فیلم اپیزودی که خانومو داشتم سینمایی و حالا هم یک ژانر دیگه رو میخواستم تجربه کنم. جناب آقای عطاران، کدام فیلم از شما اکران شد در جشنواره؟ فیلم مصادره. اطلاع دارین استقبال چطور بود؟ استقبال که خیلی خوب بود. الان سانس دومشه، یه سانس دیگه هم است که اکران میشه و خدا رو شکر مردم دوست داشتن. خدا رو شکر. شما رو همیشه ما در فیلم های کمدی دیدیم و بازی درخشانی از شما دیدیم. آیا ژانر دیگه هست دوست داشته باشین امتحان بکنید یا بازی بکنید توش؟ خب قطعا اگر فیلمامو دیده باشین کار کردم. فیلم آبرنامه چوبی، دهلیز و دهلیز واقعا به نظرم فیلم خوبی بود و تاثیرگذار بود. کارگردان خیلی خوبی بود، کارگردانی خیلی خوب و بازی‌های خوب. خانم توسلی جایزه فجر رو گرفتن اون سال. راضی بودم، دوست داشتم. بازم کار میکنم حتما. چه فیلم رو دیدین الان؟ مصادره بود، الان مصادره دیدم. بعد چطور بود؟ فیلم خوبیه، فیلم اول کارگردانه، یک 20 دقیقه خیلی خوب شروع داره، بعد مقدار فیلم افت میکنه به هر حال، ولی در مجموع در باکس آفیس ایران که خیلی خوب فروخته و فیلمی بوده که حداقل کارگردانش خیلی راضی خواهد بود از ساختنش. چه فیلم رو دیدید الان؟ از لس آنجلس تا تهران. فیلم های دیگه هم دیدید در این جشنواره؟ آره، امروز مصادره رو هم دیدم، خیلی جالب بود. خیلی آره، همین دوتا رو دیگه، مصادره و از لس آنجلس. چی فکر میکنین راجع به برگزاری چنین جشنواره هایی؟ خیلی جالب بود از چند نظر. یکی اینکه آقا خان میوزیم رو استفاده کردین برای و این جشنواره که خیلی ایده جالبی بود. من خودم به شخصه تا حالا نیومده بودم آقا خان میوزیم، باعث شد اومدم اینجا رو دیدم. خیلی معماری قشنگی داره، خیلی کار جالبی بود از این نظر و خیلی چون ایرانی در تورنتو زیاده اینجور کارا خیلی مخاطب خواهد داشت، موفق خواهد بود. خیلی جشنواره خوبی بود. من فقط یه انتقاد داشتم از نظر این شماره بندی صندلی ها، چون باعث شد ازدحام بشه و ما هم جمعیت بودیم، خانوادگی، می‌خواستیم یه جا بگیریم، مشکل داشتیم.
اطلاع دارین از استقبال مردم و رضایت مردم؟ خب حدود 5000 نفر اومدن که خب جمعیت زیادی بود. حالا یه سری برای فیلم اومدن، یه سری برای عکس گرفتن اومدن، یه سری برای ورکشاپ اومدن، ولی اتفاق خوبی بود. آره مردم راضی بودن. فقط من یه گله میخوام از مردم کنم که واقعا اگر دیر میان یا جا برای دوستانتون میگیرین اصلا کار درستی نیست، چون جای یعنی حق کس دیگه رو ضایع میکنین. و من با این همه تلاش، با این همه نظم و ترتیب جشنواره رو برگزار کردیم و با همش باید واسه یه عده معدودی حدود 10 نفر یه سری درگیریایی داشته باشیم. استقبال مردم رو چطور دیدید؟ عالی بود، عالی بود واقعا. همه خیلی دوست داشتن، همه می‌دونین که مدن صف کشیدن و سولد اوت شده بود و مطمئنم که ایرانی‌ها واقعا از اینجور برنامه‌ها استقبال خواهند کرد. سلام مجدد آقای روبین رهبر و بازم خوش آمدی به تورنتو. خیلی ممنون که من دعوت کردین و داریم خوش می‌گذاریم و داریم می‌ریم فیلم لس آنجلس تهران رو ببینیم با کارگردان تینا پاکروان. ان‌شاءالله فقط بخندین دیگه. ایشالله. از فیلم راضی هستین؟ از استقبال مردم اینطوری که میبینید؟ آره حتما، خیلی خوشحال هستم که اینجا هستم و افتخار میکنم که یه فستیوال فینیکس کلچرال کامیدی فستیوال یه خانم به نام تینا پاکروان کارگردان ما تنها خانومی هستش توی پنل ما و افتخار میکنم. دمتون گرم و ایشالله که بیشتر راه رو باز کنه برای خانومهای دیگه تو کارهای هنر و این چیزا. علاوه بر بازیگری شما کارگردانی هم میکنید، کدوم رو بیشتر دوست دارید، کدوم سخت‌تره؟ من بازیگری رو بیشتر دوست دارم چون مسئولیت پذیر خیلی نیستم و کار کارگردانی مسئولیت کل پروژه به عهده آدم میفته و نگرانی و استرس ها و دیگه دنبال اینقدر استرس داریم تو اون وضعیت داریم زندگی میکنیم. پروژه آیندهتون چیه؟ چه برای کارگردانی چه برای بازیگری؟ فعلا یه فیلم نامه دارم برای کار و زمانش حالا معلوم نیست که کی شروع کنم به کار، منتها برای بازی یک دوتا پروژه صحبت کردیم. فیلم فارسی صحبت می‌کنی؟ some broken up English. Broken up Farsi. فارسی هم اینقدر جالب نیست ولی سعی هم می‌کنم. ولی راحت‌تر هم انگلیسی حرف بزنم. ولی آره تو فیلم چیزای اشتباه عمدن میگم. So yeah, it's going to be fun. So it's a mix of English and Iranian. ولی بیشترش ایرانی هستش با کلمات انگلیسی توش. به نظر شما اوضاع فیلم‌های کمدی در ایران چطوره؟ بهشون توجه میشه؟ جدی گرفته میشن؟ از طرف کسانی که باید توجه بشه میشه، یعنی مردم و مخاطب فیلم کمدی رو دوست دارن به خاطر شرایطی که هست. همه جای دنیا اینجوریه که مردم به هر حال اومدن به این دنیا و همه جای دنیا یه سری مشکلات دارن و خنده خیلی چیز خوبیه برای فرار از مشکلات. و در واقع با این ماجرا من خودم که هم خودمو دارم درمان میکنم، یعنی برای خودم هم خیلی خوبه و جذاب کار کمدی و برای مردم خیلی اینجوریه. ولی توی جشنواره ها معمولا خیلی توجه به کار کمدی نمیشه، که من به نظرم حالا خیلی چیز جالبی نیست. اینم باز همه جای دنیاست، دلیلش هم نمیدونم، شاید فکر میکنن کار ساده ایه، ولی زمان کار کسایی که تجربه کار کمدی نداشتن کار جدی خیلی خوب هم داشتن، وقتی میان تازه با مشکلات این کار مواجه میشن. چه فیلمی رو دیدید؟ فیلم خوک. چطور بود؟ بسیار عالی بود، همون جوری بود که من انتظار داشتم و از آقای حقیقی انتظار می‌رفت. بسیار فیلم عمیق و زیبایی بود. چی فکر می‌کنین راجع به برگزاری چنین جشنواره‌ای؟ بسیار برنامه‌ریزی خیلی خوبی داشت این فستیوال. من دوست داشتم. خیلی خوبه که بچه‌ها رو آشنا کنیم با فیلم‌های کمدی که در ایران ساخته میشه. خیلی خوبه که اینجا هم نمایش داده میشه و ما میتونیم از نزدیک این عزیزان رو ببینیم. اگر سوالی داریم راجع به فیلماشون ازشون بپرسیم. در کل مجموعه خیلی خوبی ساخته بودن، خسته نباشن. تشکر میکنیم از همشون و مخصوصا من از تلویزیون AMG خیلی تشکر میکنم، چون این اطلاع رسانی رو در واقع من از طریق اینا دیدم.
فیلم خوبی بود، همون فیلمی بود که من از مانی حقیقی سازنده کنعان و سازنده کارگران مشغول کارند انتظار داشتم. کمدی سخیفی نبود، کمدی هجو و لقو و مبتذل و عام پسند و خدمت شما عرضم که سطحی نبود. من به نوبه خودم حس میکنم که فیلم لایه‌های عمیقی داشت و امکان برداشت مفهوم رو به مخاطب و تماشاگر در سطوح فلسفی، سیاسی، اجتماعی و روانی میداد. جناب آقای حقیقی سلام، خسته نباشید و خیلی خوش آمدی به تورنتو. چی فکر میکنید راجع به برگزاری جشنواره فیلم‌های کمدی در تورنتو؟ خب خیلی برنامه خوبی بوده ظاهرا. من امروز رسیدم ولی به نظر میاد خیلی برنامه عالی بوده. من از استقبال خیلی خوب مردم متوجه شدم که خیلی موفق بوده. استقبال فیلمتون در ایران چطور بود؟ من نبودم تو این مدتی که فیلم اکران بوده، اینجا بودم و لندن بودم، برای همین در جریان نیستم که دقیقا چه اتفاقی افتاده، ولی به هر حال اتفاقی که فکر می‌کردیم بیفته افتاد. شما هم کار بازیگری انجام میدید، هم کار کارگردانی انجام میدید، کدوم سخت‌تره و کدوم رو بیشتر دوست دارید؟ من خیلی کم کار بازیگری انجام میدم راستش، در موارد خیلی خاص این کار میکنم، ولی قطعا کارگردانی سینما سخت‌تره و لذت بخش‌ترم هست برام. پروژه آینده‌تون برنامه آینده؟ فعلا در حال استراحتی. And so we are now at the end of the festival, and I hope that you enjoyed the film and the festival. What did you think of the festival? Did you like the film? We had this idea that there is a direct relationship between the general acceptance of the film and the quality of the film. We argued that, and we hope to emphasize that a movie or a director that creates a work in which his works can't have any connection between the audience should not be called a good film. A movie that only remains in the mind of a director might not at the end become a great film. So with this idea, and it emphasizes that there is a direct relationship between cinema and popular interest, we hope to present the Comedy Film Festival. We hope to bring the situation in which the audience from Iran could reflect upon or think about different genre of comedy in Iranian cinema. We wanted to emphasize what are the stereotypes or what are the situations that create the funny moments for Iranian audience. With this in mind, we presented different sort of films with different genre. And we believe that Iranian people deserve to think or to reflect or to show their funny moments to the general public through their cinematic works. And I hope that we can continue with this tradition. This was only the beginning, but I'm sure that this will not be the end. With not having anything more to add, I hope that you can enjoy the last film of this event. I'd like to now invite the artistic president of the festival, Mr. Amir Hushain Hashemi. Thank you very much. I don't want to waste your time anymore. Really an honor and privilege to be the host of these magnificent people, these actors, actresses, directors in here, and that was a perfect festival, as a new comedy festival. Let's cut to the chase and invite the members of the jury, please. Thank you. I'd now like to invite
invite the members of the jury to the stage. Mr. Mohammad Mehdi Dadgu, senior producer of Iranian films such as Haji Washington, Mr. Hossein Mohazizian, writer and critic of Iranian films, chief editor of Cinema Magazine 24, educator and mentor of cinema in Iranian universities. در جمع‌بندی نهایی به این نتیجه رسیده که کمدین‌های منتخب خودش را معرفی کنند. Dear audience members, these actors have been selected by the jury of the Phoenix Comedy Film Festival. ما بر این باوریم که ژانر کمدی بیش از هر گونه دیگری در تاریخ سینما متکی به بازیگر بوده و کمدین‌ها همیشه سمبل این نوع از سینما به حساب آمده‌اند. از اولین تماشاگران تاریخ سینما گرفته تا تماشاگران امروزی همراه کمدین ها خندیده این و آنها را همچون عضوی از خانواده در کنار خود دیده این. We believe that the comedy genre depends on the acting skills of the actors more so than any other genre of film. From the beginning of the history of cinema up to this moment, we've laughed with and by our comedians, and since then they've been a part of our family. از چاپلین و لورا هاردی گرفته تا جری لوئیس و وودی آلن حتی تجسم چهره‌هایشان ما را مسحور می‌کند. From Chaplin, Laurel and Hardy to Woody Allen, even their faces bring joy to our lives. بعضی از آنها فیلم‌هایشان را نوشتند و کارگردانی کردند و بعضی‌هایشان هم هرگز پشت دوربین نرفتند. Some of them have written or directed these films and some of them have never before been behind the cameras. اما تماشاگر سینما شادی را با مرور چهره آنها و شیرین کاری هایشان در مقابل دوربین تجربه کرده است. But audiences rejoice when remembering their faces and acts. ما به این نتیجه رسیدیم که سنتی فراموش شده را یادآوری کنیم و در این جشنواره از نویسندگان و کارگردان ها و دیگر عوامل رخصت بطلبیم و بخواهیم همراه ما شوند. We gather here to recall a forgotten tradition. In this festival, we ask writers and directors and the cast members to accompany us. برای قدردانی از کمدین‌هایمان، زنان و مردانی که در این سال‌ها با وجود دشواری‌هایی که همه می‌دانیم، برای تولید یک کمدی خوب در سینمای ایران، برای دشواری‌هایی که همه ما به خوبی می‌دانیم و که برای تولید یک کمدی خوب در سینمای ایران وجود دارد، از وجودشان مایه گذاشتند تا لبخندی بر لب تماشاگر بنشانند. This festival celebrates and thanks all the actresses and actors who have been involved in the comedy cinema during all these years and have brought us so much joy and happiness. برگزیده‌های ما در این دوره 8 بازیگر سینمای امروز ایرانند که در نقش‌های کمدی درخشیدند. And here are 8 nominees. آقای پژمان جمشید. Wow.
کار خانم مهناز افشار و میشکا آسایش. امروز روز دوم و روز پایانی جشنواره بود، چطور بود به نظر شما؟ خدا را شکر استقبال خیلی خوب بود، اوضاع خیلی خوب پیش میره و من خیلی خوشحالم از اینکه مردم اینجوری استقبال کردن، چون این اولین باره که جشنواره فیلم‌های کمدی داره برگزار میشه و خب معلومه که وقتی که مردم اینقدر استقبال میکنن ما باید بیشتر تلاش کنیم تا سال آینده بهتر و بزرگتر و قوی‌تر عمل بکنیم و مردم رو خوشحال کنیم. جناب آقای معززی نیا، شما به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره چطور میبینید فیلم ها رو؟ خب به هر حال این فیلم ها طبیعتا همه ی ظرفیت سینمای کمدی ایران در مثلا 3-4 سال اخیر نبودن، منتخبی ازشون بودن، ولی در بعضیش مثلا الان تو کشور اکران شدن، بعضیش قراره بعدن اکران بشن، ولی از بین همین هایی که دیدیم به هر حال به نظر میرسه ژانر کمدی که تو این سال ها خیلی هم خب اقبال داشته پیش مخاطب و جزو پرفروش‌ترین گونه سینمایی ما بوده، همچنان داره به رشدش ادامه میده و فکر میکنم که الان فیلمایی که ما دیدیم به لحاظ کیفی، از نظر اجرا، از نظر ساختار فیلمنامه‌ای، از نظر جنس شوخی‌ها، به هر حال حرکت رو به رشدی نسبت به نمونه‌های قبلی دارن نشون میدن. ببینید به طور کلی در تاریخ سینما ایران کمدی یکی از ضعیف‌ترین بخش‌های سینما ایران بوده، چرا که سینمای کمدی ما همیشه بر اساس کمدی گفتار بوده تا کمدی اکشن و رفتار، و به خاطر همین خب انتظاری که از این نوع سینما داریم همیشه خب یه مقدار زیاد نبوده. ولی حالا بخوام اگه راجع به این سه فیلم صحبت بکنم، با توجه به اینکه همیشه سینمای کمدی مرزی بین کمدی و ابتذال و لودگی، توی سه فیلمی که من دیدم، مصادره خب فیلمی بود که تا نیمه ها خیلی خوب بود ولی از نیمه دومش یه مقدار افت کرد، ولی طراحی صحنه و فیلمبرداری خیلی خوبی داشت و فیلم خوک فکر میکنم یکی از بهترین فیلمایی بود که من دیدم، یعنی از بین این ستا و شاید بالاتر از استانداردهای سینمای کمدی ایران بود. یک کمدی اندیشمند، یک کمدی سیاه که به نظر من همه مجموعه یک کمدی استاندارد رو داشت و ماندگار خواهد بود به نظرم. به عنوان یک کارگردان چی فکر میکنین راجع به جشنواره‌هایی مثل جشنواره فیلم‌های کمدی؟ خیلی عالی. اولا اینکه فیلم ها رو به این شکل تو قسمت های مختلف دنیا از ایران نمایش داده بشه و ارتباط با جامعه ایرانی برقرار بشه که خارق العاده است، و در ضمن روی طنز و کمدی کار کردن در قالب سینمای ایران به نظر من خیلی کار شایسته هستش. این دوستان میدونم آقای گنجوی و تیم سیمرغ زحمت خیلی زیادی کشیدن و الانم با این ازدحام و جمعیتی که داره میاد معلومه که استقبال خیلی خوبی شده و خانم خیلی خوشحالم که بیام فیلم ها رو ببینم و لذت ببرم. من خودم تو دنیای فیلمسازی به نظر من ساختن فیلم کمدی خیلی سخت‌تر از درام هستش و بسیار بسیار فن حساسیه، ضرب آهنگ، ریتم. البته من خودم تخصصی تو این کار ندارم، لذت میبرم و همیشه هم گفتم که فیلم کمدی به مراتب ساختنش سخت‌تر و درآوردنش سخت‌تر از فیلم دراماتیک هستش و اون کسایی که این کار رو خوب میتونن انجام بدن واقعا خیره کننده است و منم لذت میبرم. جناب آقای گنجوی خسته نباشی، جشنواره هم به پایان رسید، چطور بود؟ جشنواره خیلی خوبی بود، اولین دورش بود، ولی فکر میکنم فراتر از اون چیزایی که انتظار داشتیم اتفاق افتاد. میزان استقبال ها در روز دوم تقریبا تمام ایونت ها کاملا پر بود و تعداد کسای زیادی هم اومده بودن که میخواستن وارد برنامه بشن که متاسفانه جا نبود که ما در اختیار اونا قرار بدیم. به هر حال با توجه به کامنت ها و فیدبک هایی هم که داشتیم تقریبا میتونم بگم
فضای خوب و مثبتی رو تونستیم برای تفکر کردن پیرامون سینمای کمدی در این چند روز داشته باشیم، هم که الانم که با اعلام جوایز جشنواره خاتمه پیدا کرد. چطور می‌بینید برگزاری این جشنواره رو در شهر تورنتو در مقایسه با سایر شهرهای ایرانی نشین در کانادا؟ خب من چون خودم از ونکوور اومدم، چیزی که میتونم بگم در واقع تجربه‌ای که دارم به تجربه‌ای که توی ونکوور دارم برمیگرده. به هر حال من نمایش فیلم‌های ایرانی و یا ایونت‌هایی که مرتبط با سینمای ایران هست در ونکوور دارم انجام میدم و خب الان در این شرایطی که ما داریم می‌بینیم نسبت به چیزی که در تورنتو دارم میبینم، ما هنوز به اون مرحله در ونکوور نرسیدیم. یعنی اینجا خب به هر حال از نظر اسپانسرها و اون قدرتی که اسپانسرها میان جلو برای سرمایه گذاری در یک همچین ایونتی، خب مسلما خیلی شرایط بهتری داره و خب استقبال مردم هم خیلی زیاده در مقایسه در ایونت های هنری. تمام نمایش ها تقریبا سولد آوت هست و همه میان، حالا چه نمایشی باشه که افرادی که دعوت شدن سلبریتی ها توش باشن چه نباشن، به هر صورت مردم دارن استقبال میکنن و واقعا لذت میبرن و همه خوشحالن و هیچ کس از اینجا ناراضی بیرون نمیره. همیشه شاید مثلا یک همچین گپ هایی که اتفاق میفته و در واقع بازتابش در سطح سوشیال مدیا باعث بشه که به هر صورت یک اتفاق درستی در شهرهای دیگه هم بیفته، یعنی ما بتونیم در واقع این حالت رو در جاهای دیگه هم داشته باشیم مثل ونکوور یا شهرهای بزرگ دیگه کانادا. فعلا اینجا میتونه به عنوان یک الگوی خوب برای جاهای دیگه مورد نظر گرفته بشه. با توجه به تجربه امسال فکر میکنی در سال آینده چه تغییراتی لازم هست که داشته باشه چنین جشنواره‌ای؟ خب در سال آینده ما امیدوار هستیم که بتونیم فیلم‌هایی رو متفاوت تری رو از سالهای مختلف سینما ایران هم وارد بکنیم. به هر حال مثلا اینجا لازم بود که مثلا ما یه نگاه تاریخی هم به سینمای کمدی داشته باشیم، فیلم‌های کلاسیک سینمای کمدی رو یا مروری بر آثار مثلا یک فیلم ساز مثلا کمدیسین رو اینجور کارهایی رو هم داشته باشیم. خب میتونیم اینا رو اضافه بکنیم. الان خب با توجه اینجا که برنامه ریزی واسه استقبالای دیدیم، یه سالن خب خیلی برای ما کم هست با توجه چیزی که می‌دیدیم، ما احتیاج داریم به سالن‌های بزرگتر و چند سالن رو بتونه همزمان بتونیم انجام بدیم. اینم چیزی هست که من فکر می‌کنم باید ما روش کار بکنیم. و اینکه اگر بتونیم، خیلی دوست داریم که مثلا غیر از فیلم‌های ایرانی فیلم‌های غیر کشورهای کمدی کشورهای دیگر هم وارد بکنیم، یه حالت اینترنشنال رو به جشنواره کمدی بدیم که در بخش رقابتی داشته باشیم. این چیزایی هست که دنبالش هستیم. دوستان و بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی AMG، از اینکه تا پایان این گزارش از جشنواره دو روزه فیلم‌های کمدی فنیکس در تورنتو کانادا با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید با لایک کردن صفحه ما در فیسبوک از بقیه گزارش‌ها و برنامه‌های ما مطلع بشید. شبتون خوش، خدا نگهدار.